دور مسابقاتی که در آسیایی که در کشور چین برگزار شد، دوستای ما که مدال آورده بودن، افتخارات کسب کرده بودن، خوشبختانه امروز جوایز به اونا مد نظر گرفته شده. بله، قسمی که به شما معلوم است که چند ماه پیش ما در بازی المپیک در چین اشتراک کرده بودیم، تیم کرکت ما رفته بودن و ما توانستیم که مدال برنز به دست بیاریم، به افغانستان افتخار بیاریم. خوب است. ما چند روز پیش یک مسابقه داشتیم در کشور همسایه پاکستان، در اونجا حمایت ما را کرده بودن، در کل رسمیات ما را خلاص کرده بودن، از اینجا رفتیم در پاکستان نمایش اجرا کردیم. بله. هند و کویت حریفایتون بود؟ هند و کویت بود زدیم. خب بسیار خوب، دو مسابقه را برنده شدین و برنده مدال برنز شدین. بله برنده شدیم، اونا را زدیم به مدال رسیدیم. بنام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم سلام، وقت همتان بخیر هموطنان عزیز. بازم خرسند هستم که در یک روز دیگر در خدمتتان قرار دارم. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. امروز آمدیم به محفل تقدیر از آدرس المپیک، از آدرس ورزشگاه افغانستان، از 19 دور مسابقاتی که در آسیایی که در کشور چین برگزار شد. دوستای ما که مدال آورده بودن، افتخارات کسب کرده بودن، خوشبختانه امروز جوایز به اونا مد نظر گرفته شده. شما میبینید این موترایی که اینجا قرار داره برای عزیزایی است که به این دور اشتراک کرده بودن و افتخار افغانستان هستن. امروز هم تقدیر میشن از آدرس المپیک. بیننده باشین، در شروع برنامه قرار داریم. بنده احمد فیصل هستم در خدمت شما. در مجموع میبینیم که چی تعداد ورزشکاران اینجا اشتراک کرده بودن و در کدام بخش ها بودن. با اونام انشاءالله مصاحبه را میداشته باشیم، همچنان با مسئولین. در نخست چند تصویر از این محفل ببینیم. دوستا، ما در کنار خود یکی از قهرمانای کشور ما را داریم که نمایندگی از تیم ملی کرکت افغانستان میکنند. در این شب روز شما میدانین که تیم ملی کرکت ما چی غوغای برپا کرده، خصوصا که در جام جهانی 4 برد پر افتخاره که واقعا همه هموطنای ما افتخار میکردن و کرکت افغانستان خوشبختانه رو بر رشد است. افسر زازه، یکی از بازیکنان تیم ملی در کنار خود داریم که اینا به نمایندگی از تیم ملی کرکت آمدن. اول سلام و خسته نباشین. و علیکم سلام، تشکر، زنده باشین. تشکر، بخیر باشین. میشه یکم بیش در مورد مسابقات که اشتراک کردین برای دوستا توضیح بتین و دستاورده که شما آوردین
او را هم شریک بسازیم، گرچه دوستان میبینن مدال هم میبینن باز هم. بله، قسمی که به شما معلوم است که چند ماه پیش ما در بازی المپیک در چین اشتراک کرده بودیم، تیم کرکت ما رفته بودن و ما توانستیم که مدال برنز به دست بیاریم، به افغانستان افتخار بیاریم. نو ډیر خلوب به هغه په افغانستان کې، د افغانستان نور مختلف ټیمونه هم په هغه ته المپیک لوبو کې اشتراک کړي، او زمونږ هدف و چې تر اوسه پورې افغانستان ته کوم د سرو زرو مډال چا نه دی راوړی. مونږ د دې ځینه په دې اراده باندې تللي وو چې ان شاء الله مونږ به افغانستان دپاره لومړی د سرو زرو مډال راوړو، خو متاسفانه چې په هغه لوبه کې پایلوبه کې باران شو، نو د باران د وجې لوبه ونه شوه، نو چانس یاري نه کړ دیګه. چون هند د رینکینګ کې ICC مقام خوب از ما داشت، از این خاطر ما را مدال برنز داد و مدال طلا داد. خب، در مجموع چند کشور اشتراک کرده بود؟ از ما په فکر د کرکټ ټیمونه شپاړس ټیمونه د کرکټ وو. خب، بسیار خوب. و هند خو مدعی قهرمانی است، انشاءالله تیم ملی ما یک ترکیب بسیار خوب دارن. میخواستم نظر شما را داشته باشم در مورد تیم ملی، برنامه‌ای که در آینده دارین چی فکر میکنین در سطح آسیا یا رقابت‌های جهانی؟ بلکل، مخته مونږ ډیر زیات لوبې لرو، چون زمونږ کرکټ ډیر زیات پیشرفت کړی دی، د دې وجې زمونږ لوبې هم زیاتې شوې دي. چون مخکې به مونږ د غټو هیوادونو سره ډیرې لوبې نه درلودلې، نو اوس خوشبختانه مونږ غټو ټیمونو سره هم لوبې کوو. که تاسو لیدلې، مونږ چا چې د کرکټ ایجاد کړی دی، انګلستان ته هم ماتې ورکړه په جام جهاني کې په ډیر غټ ایونټ کې. نو دا د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر غټ میچ و، یو ډیره غټه ورځ وه د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې. نو موږ نورې لوبې هم مخکې لرو، ډېر زیاتو کشورونو سره لوبې لرو. چمپیون ټرافي په نوم باندې یو ټورنمنټ د ICC ټورنمنټ، هغې ته موږ لاره پیدا کړې ده، چون موږ په ورلډ کپ کې ډېر ښه کارکردګي لرله. هغې نه مخکې هم کوم مسابقې چې د ورلډ کپ دپاره کې دي، په هغې کې هم موږ لوبډله ډېره ښه ځلېدلې. نو د دې وجې موږ سیده چمپیون ټرافي ته لاره پیدا کړې. نو هغه لوبې هم په 2015 کال کې دي. نو د جام جهاني د شل اوریزو هم را روان ده دغه کال، یو څلور میاشتې بعد په ویسټ انډیز او امریکا کې به ترسره شي. نو لوبې ډېرې دي. بسیار خوب، همی که آمادگی ها باشه، برنامه ریزی باشه، امید افغانستان، امید مردم رنج دیده ما، اینمی ورزشکارا هستند و افتخار بزرگ هستن. فقط پیامتان و حرفتان رو میخواییم بشنویم. بس دی افغانستان ټولو خلکو نه، خو اول زه ډېره زیاته مننه کوم چې ډېر سخت حالات یې زغملي دي په افغانستان باندې. دا 45 کاله متاسفانه ډېر سخت حالات تیریږي، نو د ټولو څخه مننه کوم چې د سختو حالاتو ته غیږه ورکړې ده. نو انشاءالله دغه سخت حالات به تیریږي، الله مهربانه ده. یو ورځ به زموږ وطن کې انشاءالله لکه اوس هم امن ده. نو کوشش دعا کوم چې نور هم پیشرفت وکړي، زموږ ملک د نورو ملکونو سره غاړه په غاړه وګپ وګه ودرېږو. نو د ټولو څخه ډېره مننه کوم چې موږ یې تشویق کړي وو، همیشه یې موږ ته دعاګانې کړي دي. نو همدغه مې هیله ده دوی څخه چې موږ تل په څیر همدغسې دعاګانو کې یاد وساتي. انشاءالله موږ به هم کوشش کوو چې افغانستان ته افتخارات راوړو او دوی ته یو څه خوشحالي ورکړو. انشاءالله دعای تمام مردم افغانستان همراهیتان است. موفق باشین. خوش شدیم بازم که افتخار بزرگ برای وطن ما آوردین. دوستا بیننده باشین، چهار مدال آور دیگه هم در کنار ما هستن همینجا در بخش تکواندو و شو، و ببینیم کدام ورزش های دیگه است. اونا هم در این مسابقات چین که اشتراک کردن، خوشبختانه که دستاوردهای داشتن، و شما هم دیدین که تیمای مختلف نمایشات خاص اجرا کردن و از مقابل لوژ تیر شدن. و امیدوار هستم که در هر بخش هموطنهای ما خصوصا در ورزش قهرمانهای خاص داشته باشیم. بیننده باشین، با دوستای دیگه هم صحبت ها را ادامه میدیم.
خب دوستا، از بخش موتور کراس داریم یا موتورسیکلت سوارایی که واقعا نمایش جالب دیدنی را به این محفل داشتن، واقعا قابل تشویق هستن. دوستای دیگه هم فوق العاده نمایش دادن، از هر بخش که آمده بودن. اما یکی از جوانان را در کنار خود داریم که در می عرصه ببینیم چی مدت میشه کار میکنه در این بخش ورزش. سلام. سلام، خسته نباشید. محمد ناصر حسینی هستم. بسیار خوب. مدت 11 سال میشم در این ورزش فعالیت دارم. خب خب، دستاوردهای خارجی هنوز نداشتیم چون زمینش هنوز برای ما مساعد نشده. خب دمی داخل تلاش میکنیم فعلا. خب مسابقات داخلی، مسابقات ملی داشتیم البته. خب بسیار خوب. مسابقات ملی دیگه میتونیم بر شما بگویم؟ موضوعیت تیم ملی ندارین دیگه؟ بله ها، فعلا ما هستیم. یعنی 11 سال تجربه دارین؟ بله ها. واقعا نمایشاتتان جالب و دیدنی بود. مرا خیلی خوشم آمد. خب بسیار خوب. چی ارتفاع را میتونه پرش کنین شما؟ ارتفاع خوب نظر در جایش داره. او جامپ هست، اگر او جامپ کلان جور کنه بلند پرش میکنه، مگر پخش جور کنه خونه. یعنی موتورسیکل های مخصوص برای ورزش آمد؟ یا مخصوص جامپین های شانه خویست ماشین ها کلش سیستم از یه فرق میکنه. خب بسیار خوب. کنترول نام خدا بسیار خوب، یک کنترول هم داشته. بله ها. خب بسیار خوب. چقدر به این ورزش که ادامه دادین براتون خوشایند است و چقدر حمایت شدین؟ خب خوشایند که چی قبول براتون بگویم، هر چی که بگویم بازم کم است. پرواز میکنین دیگه. وقتی یک نمایش خاص اجرا میکنین. بله، وقتی زمان ما سر از موتورسیکل هستیم، زمانی که پریش میکنیم احساس میکنیم کل دنیا در کام ماست دیگه. بله. با ما اندازه دوستش داره. بله بسیار خوب. چقدر حمایت شدین در گذشته و امروز؟ نمیفهمم، در گذشته هم حمایتی تونست که چندان حمایت رو تو نشدیم. خب خب دیگه اولش کمی گلایه دارین؟ یک گلایه؟ نه، گلایه که ندارم چون تنها ما نیستیم، کلی ورزش ها همیتو مشکلات خود دارم، کشور ما مشکلات خود دارم. چقدر حمایت میشین فعلا؟ فعلا خوب است. ما چند روز پیش یک مسابقه داشتیم در کشور همسایه پاکستان، در اونجا حمایت ما رو کرده بودن، در امو کلی رسمیات ما رو خلاص کرده بودن، از اینجا رفتیم در پاکستان نمایش اجرا کردیم. بله. خب سطح مسابقات تانه یا ورزش به چی نظر هستین؟ چقدر میبینین؟ آیا با سطح کشورهای دیگه هم تیم شما آماده است؟ بله آماده است. خود سطح مسابقه، سطح تکنیک ما بستگی در امکانات ما داره. اولش یک جای خوب باشه، جای کاملا استاندارد، یک انجینیر که کاملا بفهمه یک جای را کاملا انجینیری کنه خوب صحیح، هم استاندارد جور کنه. که جنبایی که ما فعلا میزنیم کاملا استاندارد نیست، اینو غیر استاندارد است. موتورسیکل هم ضربه میزنه. خب او نظر در چی داره؟ در امکانات. موتورسیکل خوب باشه، لباس خوب باشه، خوب جای خوب. بله، نه از نگاه ایمنی هم باید بسیار شما مجهز باشین. بله که اینجا دیده میشه، خوب است نسبتاً. بله و خوب است دیگه، 11 سال تجربه هم دارین. امیدوار هستم که در این قسمت مسئولین توجه کنن، ورزشکاران دوستا حمایت کنین، کسایی که میتونن دیگه اینا قهرمان ها هستن. افتخار ماستین. خوش شدیم. سلامت باشین. پیام شما رو من گفتم. بله. برکت ببین. واقعا فوق العاده بود. خود من برای هموطنان یک پیام دارم، کسی که واقعا کسی از دستشون میه، کسی یک کار به یک ورزشکار میتونن، بسیار خوب است یک زمینه رو برادر ایجاد کنه برای ورزشکارا که هم اینا پیشرفت کنم. خوب برای خودشان هم خوب. بله برای وطن. برای وطن خوب است، خاک ما جور میشه. بله بله برای جوان وطن جور میشه. اما قدر که جوان ها به ورزش تشویق شون، از جنبه های منفی دور میشن. بله. موفق باشین. قربان شما. تشکر. خب دوستا، ما 5 مدال آور داشتیم، یکی به نمایندگی تیم کرکت که با دوست ما صحبت داشتیم، به نمایندگی محسن رضایی در بخش تکواندو که عزیز ما جایزه شکمت نظر گرفتن، فعلا امرایشان است، امی موتر است.
موتر شماره 4 شماره 4 بود شماره 4 خو یکی از این موتر ها کلش دیگه تقریبا یک مدل است یک مدل است یک مدل خودت من حیث یک کسی که عضویت تیم داری و زحمت میکشی تلاش میکنی چی پیام داری چی گفتنی داری امی لحظه چی احساس داری حالا احساس خوشی دارم بسیار احساس خوشی هستم و تشکری خاص از امارات اسلامی که ورزشکارای خود را حمایت میکنن بسیار خوب امیر رقم حمایت چه همیشه ورزشکارا همه حمایتشان دوامدار باید باشه دوستان فراموش نشه که با 72 سال میشه این مسابقات در کشورهای آسیایی برگزار میشه و بر اولی بار است که 5 مدال افتخار بزرگ است که از محسن جان رضایی مدالشان چی است؟ نقره برنز برنز است برنز است واقعا عالی است بسیار خوب خوش شدیم تبریک باشه دیگه برای خود محسن جان وقت باشه خیر باشه دوستای دیگه هم امی لحظه دیگه منتظر هستن ببینیم که برای عزیزای دیگه ما کدام موتر بخیر در قرعه کشی مد نظر گرفته شده و در بخش کرش هم خوشبختانه ما از ولایت کندوز یک ورزشکار فوق العاده رو داشتیم که انشالله جایزه از اون رو میبینیم و دوستای دیگه هم که هستن بیننده باشن صحبت های ما ادامه داره دوستان عزیز امی لحظه میبینین که جوایزی که مد نظر گرفته شده برای ورزشکارای عزیز ما توسط مقامات از آدرس المپیک و از امارات اسلامی امی لحظه برشان سپرده میشه امی عزیز ما کنم مدال فکر میکنم بیان که از خود مدال برنز سلام تبریک باشه سلام وقتان بخیر خوب هستین سلام بخیر سلامتون همیشه هم تو افتخار برین از این که جوایز عالی تر خوبتر سلام از زنده باشم باید نصیب شوین از این بالاتر ارزش داره ورزشکارای ما بله سلام خب بسیار خوب در قدم اول یک معرفی برای دوستان داشته باشین در کدام بسم الله الرحمن الرحیم بنده نصرت الله حبیبی بسیار خوب قهرمان وزن 75 کیلو آسیا بسیار خوب در کدام ورزش وشو 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 بسیار خوب قبلا هم در بخش وشو دستاورد داشتیم بله در مسابقات آسیایی بله در مسابقات آسیا چندین دستاورد ما داریم بسیار خوب در چین هست در هند در ایران بسیار خوب و در پاکستان بله بسیار خوب امو لحظه که شما این افتخار کسب کردین چی احساس داشتین میتونین امور بر ما کم بیان کنین بگوین شریک بسازین با هم طبعا دیگه یک ورزشکاری که میخواه که ورزش کنه یک هدفی را که تعیین میکنه به اون هدفی که میرسه خوشی از او را عموس میکنه که چقدر خوشی های بر از او هست چرا که عشق خوشی ریختین او را دیگه امون لحظه احساس میشه امون لحظه احساس میشه میبود بر ما زمین هم مساعد میشه که پوشش میدادیم افتخار بزرگ است که به امون سطح هموطنهای ما مسابقه میکنن تبریکتان باشه تشکر سلام از زنده باشین موفق باشین زنده باشین خوش باشین پیام گفتنی داشته باشین پیام بر جوانای افغانستانی هست که باید انگیزه بسیار بالا داشته باشن هیچ وقت انگیزه خود را از دست ندن که ما مایوس نشن چرا که اینمی وطن است اینمی جوان است اگر این جوان ها در این وطن انگیزه خوب نداشته باشه تلاش خود نکنن زحمت نکشن این انگیزه خارج داشته باشن که ما بریم به کشورهای دیگه خدمت کنیم از نظر ما کاملا اشتباه است باید از هر کاری که میکنن در وطن خود در نمی جواد انجام بدن چی درسه ورزش باشه چی ورزش کار باشه و چی درسه درس و تحصیل اینجا پاش باشه باید وطن خود خودشون آباد بسازن انشاءالله این دوستا پیام بسیار خوب تشکر موفق باشین بازم افتخار ماست خب دوستان عزیز در کنار دوست ما هستیم که مدال برنز دریافت کردن و در کنار از اینا عزیزایی هستن که اینا را حمایت کردن تشویق کردن و دمی ایسا خدمت کردن استادا و عزیزایی که هستن اول خودمیش معرفی کنید بسم الله الرحمن الرحیم سلطان حسین بایقرا هستیم بسیار خوب از ولایت جوزجان از ولایت جوزجان از ولایت جوزجان بسیار خوب افتخار بزرگ کسب کردین به کشورتون به کشور ما تشکر میگیرم از دوستا قما رسوانسارا کلانا تشکر میکنیم که ما را حمایت کردید به این مدال رسیدیم خب بسیار خوب از حمایت که این گونه شد
امارت اسلامی با شما یک موتر تحفه دادن یا جایزه دادن، چه حس دارین و چقدر خوش هستین؟ از طریق امارت اسلامی تشویق شدیم، یکی دیگه بشیر دوستانه سید محسن محمود بگم ما را زیاد حمایت میکنه، تشویق میکنه، بسیار خوب هر جا بریم ما را حمایت میکنه. خب در مجموع چند مسابقه داشتین؟ مجموع ما دو مسابقه کردیم، هند و کویت زدیم. هند و کویت حریفایتون بود؟ هند و کویت بود زدیم. خب بسیار خوب، دو مسابقه را برنده شدین و برنده مدال برنز شدین؟ بله برنده شدیم، اونا را زدیم به مدال رسیدیم. خب در آینده چی برنامه داریم؟ برای آینده دیگه هم کوشش میکنیم که مدال های طلا و نقره را در افغانستان بیاریم انشالله. تبریک باشه، بازم سلامت موفق باشین. تشکر، گفتین زیاد سوال نپرسین. تشکر قربانتون، تشکر. تشکر قربانتون. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم. عزیزان امروز برنامه خاص بود که برگزار شد و مطمئن هستم که همتان تا این لحظات بیننده بودین خوشتان آمد. افتخارات بزرگ از جوانان کشور ما در مسابقات آسیایی، چین که 5 مدال دریافت کرده بودن در بخش کرکت، تکواندو، وشو و کوراش و یکی دو ورزش دیگه که امی لحظه فراموشم شده، یعنی افتخارات بزرگ کسب کردن، واقعا که ستودنی است و ما خوش میشیم از این که ما عزم سفر کنیم به جاهای دیگه، به کشورهای دیگه، مسافری را یا سختی ها را بپذیریم، بیاین که در کنار فامیل خود و هموطنهای خود بانیم و همدیگر را حمایت کنیم. از این افتخارات افغان ها همیشه داشتن و دارن. انشالله که در برنامه آینده هم ما کوشش میکنیم که در گزارشات خود پوشش بدیم، برنامه خوب ارائه کنیم. تشکر از همراهی و حوصله مندی شما. تا دیدار بعد که در خدمتتان قرار میگیریم، تک تک شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. از دعای خیرتان ما را فراموش نکنین. چینل آریانا را هم سابسکرایب کنین. بدرود.